دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. ارتباط ما با شهر زیبای سان فرانسیسکو با جناب نیما رستمی عزیز برقرار شده که اگر اجازه بدید. بله جناب رستمی عزیز، درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید قربان. سلام آقای زادی و سلام خدمت شنوندگان رادیو و وب تی وی همسفر. بسیار خوش، از شما هم بخیر، در واقع باید بگم صبح شما هم بخیر در سان فرانسیسکو. بسیار خوشحال هستیم که شما رو بر روی خط داریم و میتونیم که برنامه امروز رو شروع کنیم. آیا صحبتی در شروع برنامه دارید که مایل باشید که با عزیزانمون در میون بذارید؟ بله حتما، خواهش می‌کنم. امروز نیز در با هم هستیم و کمی صحبت کنیم و برنامه امروز رو پیش ببریم. خواهش میکنم. هفته پیش در مورد پروسه تقسیم اموال، هفته پیش نه دو هفته پیش بود، در واقع هفته پیش روز کارگر بود، شما تعطیل بودین آقای. بله بعد در مورد تقسیم اموال توضیحات دادم، پروسه در واقع تقسیم اموال و چه مواقعی میشه این کار رو انجام داد. امروز در مورد بخشی استاتس اموال و اموالی که در واقع جزء تقسیم اموال ثروتی که کشتن شوهرها دارن و در جزء تقسیم اموال میشه خواستم توضیح بدم. در قوانین امور خانواده و در ارتباط با تقسیم اموال، اموال در هنگام تقسیم اموال بر اصل در واقع بر تقسیم مساوی اموال بین زن و شوهر است و این بدین مفهومه که دارایی هایی که زن و شوهرها را جمع بسته میشه، دارایی هاشون و به دو قسمت تقسیم میشه که نصف نصف بین زن و شوهر است و این علارغم بدون توجه به اینکه زن و یا شوهر هر کدوم چه مقدار اموالی دارن، هر اموالی که دارن رو جمع بندی میکنن و تقسیم بر دو میشه. و وقتی هم که صحبت از اموال می‌کنیم، منظور همه اموال بدون در نظر گرفتن در واقع موقعیت جغرافیایی اونها و بدون در نظر گرفتن مالکیت اموال، یعنی فرقی نداره که زن چقدر اموال داشته باشه و یا همه اموال به اسم شوهر باشه، یعنی مالکیتش در اختیار شوهر باشه یا در اختیار زن باشه، این تقسیم بندی در واقع مالکیت و محل جغرافیایی اون در واقع در تقسیم مساوی خلالی وارد نمی کنه. همینطور که واضح هست، اموال زن و شوهرها میتونه در مکانهای مختلف واقع شده باشه و یکی از اونها هم احتمال داره که صاحب همه مالکیت اموال با اون باشه. مالکیت اموال به نام یکی از زن و شوهرها وقتی باشه، حقی که بر اساس ازدواج به وجود میاد رو از بین نمیبره. یعنی وقتی که یه زنی اموالش بیشتر باشه یا یه مردی اموالش بیشتر زنش باشه و این در واقع حقی که بر اساس ازدواج برای اون یکی طرف به وجود میاره رو این از بین نمیره، یعنی در حین ازدواج اموال هر کسی، هر زن و شوهری اختیار اموال خودشو داره، ولی وقتی که تقسیم اموال میخواد صورت بگیره اون موقع دیگه کل اموال در نظر گرفته میشه و این به این مفهومه که 50 هر کدوم از اینا نصف این اموال مالک این نصف اموال هستن بدون اینکه حتی مالکیت واقعی رو در اختیار داشته باشن. اما اموال در واقع انواع مختلف داره و در واقع استاتوسش رو بگیم اونا با هم فرق میکنن. برخی از اموال شامل تقسیم اموال نمیشن. حالا قبل از اینکه این وارد این موضوع بشیم که کدوم اموال شامل تقسیم اموال نمیشه، باید از بگم که استاتوس اموال کلا بر دو قسم هست. اصطلاح حقوقیش سویدیش هست گیفت و رتسکوت، یعنی اموال مشترک که بر اساس همون ازدواج این حق به وجود میاد و یا این اموال مشترک در واقع نمیشه گفت حقی که در واقع ازدواج به وجود میاد، یا حق در اموال همدیگه. و نوع دومش انخولدگندوم، اموال انحصاریه یا مجزا، که این در واقع بر اساس یک قراردادی به وجود میاد.
اموال زمانی حالت مشترک پیدا میکنه که زن و شوهرها با همدیگر ازدواج بکنن و در واقع از طریق ازدواج زن و شوهر در اموال همدیگه حق پیدا میکنن و لازم نیست که مالکیت اموال رو هم به اسم همدیگه منتقل بکنن. اما موقعی که زن و شوهرها قصد ازدواج دارن و یا بعد از ازدواج میتونن که قراردادی رو که اصطلاحاً به اون قرارداد اکتنسکاپس فرود گفته میشه با هم تنظیم بکنن. اون موقع هست که اموال اونها انحصاری میشه و زن یا شوهر دیگه در اموال همدیگه حقی ندارن. اموال هر کس مال خودشه و به این نوع اموال در واقع استادز اموال انحصاری گفته میشه. در بعضی موارد علارغم وجود قرارداد هم زن و شوهرها میتونن که خواهان لغو شدن تمامی قرارداد و یا بخشی از اون رو باشن، یعنی با توجه به این که قراردادی در هنگام ازدواج با همدیگه تنظیم کردن به این مفهوم که اموال هر فردی انحصاری باشه، مال خودش باشه و در آینده با اون یکی تقسیم نشه، علارغم وجود همچین قراردادی بعد از ازدواج که ممکنه مسائل و اتفاقایی بیفته که این توازن رو به هم بزنه و یا یه سری اصلای دیگه هست که بر اساس زندگی واقعی و گرچه که قرارداد هست که یه سبکی باشه، ولی خب این قرارداد میتونه، این اموال میتونه که با اون یکی اموال قاطی بشه، شرایط زندگی یه جوری پیش بره که این قرارداد رو در واقع معقول، وجود همچین قراردادی معقول در زندگی زن و شوهر معقول نباشه. در همچین حالتی اگر زن و یا مردی که در واقع فکر میکنه که اموالی بهش نمیرسه و حقی هم داره، اون موقع میتونه که از دادگاه درخواست بده یا بودنس فرهت داره در پروسه تقسیم اموال و یا دادگاه نهایتاً در مورد لغو این قرارداد و یا همه این قرارداد و یا بخشی از این قرارداد تصمیم گیری کنه. اما در مواردی هم که قرارداد بین زن شوهرها وجود ندارد، متا اموال زن شوهرها مشترک تلقی میشه، یعنی ولی در بعضی موارد این اموال، برخی از اموال به اصطلاح باز هم در تقسیم اموال و یا محاسبه نمیشه. اینها انواع مختلف دارن. یکی از اونها پرسونلی ایگندوم، یعنی اموال شخصی. اموال شخصی به هدایا و یا وسایل بسیار خصوصی افراد در واقع گفته میشه، مثل لباس، طلا، جواهراتی که از زن شوهرها هدیه میگیرن مثالی و اموالی از این قبیل. و با توجه، ولی یک زن و یا یک مرد نمیتونه، یه شوهر نمیتونه که بخش عظیمی از اموالش رو اسمشو بذاره که این مال شخصی، مال خودمه، بلکه این هدیه گرفتنها و وسایل شخصی در واقع یه تناسبی با دارایی کلی این افراد داشته باشه. مثلا فرض بکنیم که دارایی کلی زن و شوهرها 500,000 کرون باشه، معادل 500,000 کرون باشه ارزش اون، دیگه یه زن نمیتونه بگه که 200,000 کرونش اموال شخصی منه که در قالب طلا و جواهرات در واقع خریده شده. این معقول نیست. نسبت به دارایی کلی این زن و شوهرها این توازن به هم میخوره و معقول نیست که 200,000 کرونش از 500,000 کرون اموال شخصی یکی از زن شوهرها باشه. منتها در حد 20,000 کرون، 30,000 کرون، در واقع منظورم در اموال 500,000 کرونی میتونه معقول باشه که یک زن هدیه گرفته باشه، یک مرد هدیه گرفته باشه. مورد دیگه هست personally ashamed، یعنی مواردی هست، قبلا موردی بود وقتی که زن شوهری دعوا میشد و به عنوان مثال اکثر هم اینطوری بود که مردها شوهر و زنشون رو کتک میزدن، مرتکب جرم میشدن بر علیه زن خودشون و محاکمه میشدن و بر اساس این جرم قرار بود که خسارت، سکادستوند به زن خودشون پرداخت بکنن.
و وقتی که رابطه خب خراب میشه در کار به دادگاه و دعوا میکشه، خب طبیعتا پشت سر اون مسئله طلاق هم به وجود میاد. و در همچین حالتی وقتی که زن از شوهر به خاطر جرم که بر علیه خودش مرتکب شده، بر علیه زن مرتکب شده بود، خسارتی بهش پرداخت میشد، در واقع این خسارت در تقسیم اموال هم باید محاسبه میشد و گروه های طرفدار زنها و بعضی از حقوقدان ها گفتن که این درست نیست که و همچین حالتی این اسکادستوندی که به اصطلاح مرد قرار پرداخت کنه، نصفش هم باید مال خودش باشه هنگام تقسیم اموال. و این گونه موارد رو الان از در واقع جزو تقسیم اموال حساب نمیشه و این نوع خسارت هایی که مرد و یا زن و شوهر دریافت میکنن دیگه با اون یکی تقسیم نمیکنن. و همچنین هست پرداختی هایی که از بیمه ها به خاطر مثلا تصادفی که سر کار فرد رخ داده، فرد بیمه میگیره، ماه به ماه مثلا یه شتنگ بهش پرداخت میشه، این قبیل در واقع دریافتی ها هم نباید در تقسیم اموال محاسبه بشه، گرچه که قراردادی بین زن و شوهرها وجود نداره، یعنی خیلی این دوم نیست، منتها بر اساس قانون این موارد در واقع جزو تقسیم، یعنی اموالی که جزو تقسیم اموال بشه محاسبه نمیشه. اما مورد دیگر اسمش هست رفتیت را سرخیل اسلام، یعنی از ما در قوانین ایرانی در فرهنگ ایرانی این همچین موردهای وجود نداره، بنابراین وقتی ترجمه هم بکنیم این ترجمه تحت لفظیه و به هر حال معنی شاید خاص حقوقی خاصی نداشته باشه، ولی اصطلاحا رتیتر آف سرشد سلاگ به اصطلاح گفته میشه که حق حقوقی ویژه. حالا این یعنی چی؟ در واقع این مسئله شامل افرادی میشه که مثلا در مورد خاصی کپی رایت دارن، یعنی مؤلف کتابی هستند یا حالا مواردی از این قبیل که کپی رایت بهش تعلق میگیره. این حق رو نمیشه به یکی دیگه منتقل کرد، شما حق کپی رایت رو به کسی دیگه نمیتونی منتقل کنی، مال خودتونه، یعنی اگرم به شکل امکان نداره که همچین اتفاقی بیفته، ولی همچین حالتهایی این دارایی معنوی که گفته میشه از بابت کپی رایت به وجود میاد، اینو نمیشه کسی دیگه منتقل کرد و در نتیجه در تقسیم اموال حق ارزش مالی هم که داشته باشه در تقسیم اموال محاسبه نمیشه. و از جمله هست حقوق بازنشستگی، یعنی فرد وقتی که در آینده قرار بازنشست بشه و حقوق بازنشستگی دریافت کنه، اون ارزش اون حقوق بازنشستگی که در حال حاضر در دستش نیست قرار در آینده به دست بیاد، این نیز جزو در واقع تقسیم شامل تقسیم اموال نمیشه، این اموال در تقسیم اموال گنجونده نمیشه. و بیمه ها هم همینطور که عرض کردم بیمه های مختلفی وجود داره، ولی در واقع بیمه عمر، بیمه بازنشستگی هست معمولش و بیمه هایی که از طریق کارفرما برای کارمندا و کارگرا در نظر گرفته پسنداز میشه، اینها هم در واقع نمیگرچه که ارزش مادی در حال حاضر در موقع طلاق وجود داره، ولی خب این اموال قرار در آینده به زن و یا شوهر منتقل بشه، پرداخت بشه، که این رو قانونگذار از تقسیم اموال استثناء دونسته. بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز، شماره تلفن های 08-2398-9843 در خدمت شماست. آقای رستمی عزیز، اگر یک خانم آقایی در سوئد از همدیگه جدا بشن و به سبک سوئدی طلاق بگیرن، قانونی با کاغذ و همه چی، حالا اگر که این آقا بخواد که این طلاق به مدل ایرانی شو هم ثبت بکنه و این خانم راضی نباشه که بیاد بره سفارت و نمام کار رو انجام بده، آیا اگر که ایشون این طلاق سوئدی رو بخوان که به ایران ببرن و در دادگاه خانواده در ایران رو نشون، آیا اعتباری داره برای ایشون این کاغذ ها یا خیر؟ هر کشور سوئد و ایران احکام دادگاه های خود رو قبول ندارن، یعنی سوئد حکم دادگاهی که در ایران صادر شده قبول نداره و ایران نیست حکم دادگاهی که در سوئد صادر شده قبول نداره، به رسمیت نمیشناسه و هیچ گونه مکانیسم اجبار کننده ای، یعنی اجباری در این مورد از طرف قانون سوئد هم در نظر گرفته نشده. بنابراین
حکمی که در از طریق دادگاه سوئد مخصوصا در مورد خانواده طلاق اینا صادر میشه در ایران اعتباری نداره. یعنی ایران این رو به رسمیت نمیشناسه که همون حکم دادگاه رو برداره ثبت احوال سوئد ایران و اون رو به اون ثبت بکنه. بنابراین اتفاقی که میفته این زن و یا شوهر در واقع باید دوباره در ایران به دادگاه خانواده در تهران مراجعه بکنه، اگه موقع مساعد هستن مراجعه بکنن و درخواست طلاق بدن و پروسه طلاق انگار اونجا شروع بشه و این مدارک که در سوئد هست حکم دادگاه میشه به عنوان یک نمونه و یا مدرکی در اون دادگاه استفاده کرد که آقا جان ما عملا طلاق گرفتیم و با هم زندگی نمیکنیم، ولی در حد یه مدرک در واقع بویس اونجا میشه ازش استفاده. خب بسیار عالی. حالا سوال اینجاست که اگر که این مدرک و همین بویسی که در سوئد هست و یک نفر بخواد ترجمهش بکنه و بعد مهر تایید روش زده بشه که این ترجمه رسمی هستش و مهر رسمی سوئد هم داره و اینو با خودش باره، معمولا مثلا خب به انگلیسی ترجمه میکنن دیگه، همون سوئدیه رو مثلا به انگلیسی ترجمه میکنن، حالا اینو کجا باید ببره که این کارو انجام بده؟ این ترجمه رو در چه جایی در سوئد میشه انجام داد و چه جوری میشه مهر رسمیت بهش زد؟ ترجمه رو که شرکت‌های دارو ترجمه، شرکت‌هایی که کار ترجمه انجام میدن وجود اونا اونجا میشه انجام داد و بعضی از اون شرکت‌ها هم در واقع این برابر اصل بودن این سند رو هم تایید میکنن و این یه اسمی داره چیه؟ هوکوس پوکوس میگن، یه اسم خاصی داره. اون بعدن میشه، اون نوتاریوس پوبلیکوس یه چیز دیگری است. یعنی نوتاریوس پوبلیکوس هویت و امضای فرد رو تایید میکنه، اونا اصلا یعنی در واقع ترجمه رو نمیتونن تایید بکنن. در جمله خود شرکت های مترجم این کار رو انجام میدن و میشه این رو از طریق وزارت خارجه لگالایز کرد و همچنین از طرف سفارت هم تصور، یعنی وزارت خارجه سوئد دیگه. بله. پس این ترجمه رو اول اون شرکت ترجمه با ترجمه بکنه، ثبت در واقع اصل همون ترجمه رو مهر تایید روش میزنه، اینو برمیداری میبریمش وزارت امور خارجه و در اونجا یک مهر تایید رسمی دولتی میزنیم و بعد دیگه حالا به عنوان مدرک میخوام ببریم در ایران استفاده کنیم دیگه، اون مسئله اجرا کنه. پس به همین چیز خاص دیگری نداره. بله نه. از طریق اداره ثبت احوال هم سکات ورکت هم یه مدرک به زبان انگلیسی هم میتونن بگیرن. پس همون مثلا پرشون بویس یا اون مدرک طلاق رو اگر که به انگلیسی بگیرن دیگه فقط کافی برن وزارت امور خارجه مهرش بکنه که رسمیت بده کنه. بسیار 2398 درود بر شما، بفهمید بر روی خط هستید. سلام، خسته نباشید. سپاسگزار از شما، بفهمید خواهش میکنم. ببخش من یه سوال داشتم، من الان دانشجو هستم اینجا، میخواستم با یه نفر آشنا شدم، میخواستم سامبو بشم، بعد سایت اداره مهاجرت که خوندم گفت اگه با یه ویزای معتبر تحصیلی یا کاری اومده باشی میتونی تبدیل به سامبو بکنی. میخواستم ببینم این مشکل نداره که مثلا من ایرانی هستم؟ صداتون قطع بست شد، فرمود این مشکلی نداره که من ایرانی هستم چی؟ بله، این که ایرانی هستم مشکل نیست که مثلا بتونم سامبو بشم یا نه؟ نه مشکل نیست. آها، بعد این که شرایط اون طرف باید دقیقا چطور باشه؟ اگه این حقوق مریضی هستش، اگه حقوقش اونطوری باشه مورد قبوله؟ حقوق بله، اونایی که ازدواج میکنن در واقع برای یه فردی که در سوئد زندگی میکنه دو تا شرط اساسی هست. یکی این که طرف باید مسکن مناسب برای دو نفر رو داشته باشه، یه دو نفرن، و درآمد کافی برای دو نفر. حالا درآمد کافی و مداوم، یعنی یه کاری باشه یا از بازنشستگی باشه و یا یه کاری حداقل به مدت یک یا دو سال آینده هم وجود داشته باشه درآمد، این جزء درآمد. ولی حساب یعنی درآمد یعنی باید اینطوری باشه و درآمد کافی هم یه جدولی باز در سایت اداره مهاجرت برای اونایی که تعداد اعضای خانواده چند نفر باشه با طبیعتاً فرق میکنه، برای اون جدولی هست در سایت اداره مهاجرت هم هست، اگه اون دقت کنی در اونجا نوشته شده که چقدر در واقع برای دو نفر درآمد نیازه. بله، پس من میتونم دیگه ویزامو تبدیل به سامبو بکنم.
از نظر قانونی برای شما که دانشجو هستید و بعد از طی یک مقدار پور کردید میتونید که در سوئد درخواست اقامت بدید بدون که کشور ترک بکنید و هیچ فرقی هم نمی کنه که اگه ازدواج بکنید یا به عنوان سامبو با هم زه باشید. خیلی ممنون، مرسی، لطف کردید. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. من در همین رابطه تقریبا یک سوال مشابه یک عزیزی زنگ زده بودن پرسیده بودن، اگر یک نفری از ایران با ویزای ایتالیا مستقیما بیاد سوئد آقای رستمی، این البته این سوال ادامه داره، من تیک تیک میپرسم تا شنوندگانمون روی خطم ببر، اگر این نفر با ویزای ایتالیا وارد سوئد بشه و بخواد تقاضای پناهندگی بده، آیا به ایتالیا برش میگردونن اگه بخوان اخراجش بکنن یا پروندهشو در سوئد رسیدگی میکنن و بعد مثلا به ایران اخراجش میکنن؟ اگر بگذاریم از این که این مسئله دابلین اینجا مطرح نیست، درسته در سوال؟ من این الان فرض کنیم یک جوانی از ایران ویزای ایتالیا گرفته، بعد با همون ویزا پاشده اومده توی سوئد و تقاضای پناهندگی میخواد بکنه. دو تا حالت وجود داره. اگر این فرد قبل از این که اعتبار ویزاش تموم بشه و 6 ماه هم طی بشه در اون پریود زمانی درخواست پناهندگی بکنه، خب طبیعتاً باید برش میگردونن در درجه اول به ایتالیا، یعنی درخواست پناهندگی بررسی نمیشه و ایتالیا موظفه که این رو تحویل بگیره و سوئد هم در درجه اول ایشون رو پس میفرسته. ولی اگر به هر دلیلی دابلین اجرا نشه و فرد در سوئد ماندگار بشه، به هر حال درخواست پناهندگیش رسیدگی میشه، جواب منفی باشه، حکم اخراجی که گرفته میشه، ایشون باید به ایران اخراج بشه نه ایتالیا. اوکی، اینجا رو نگر می‌داریم. شنونده عزیز درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. سلام آقای نوید. خواهش می‌کنم بفرمایید با جناب رستمی عزیز بر روی خط هستید. خواهش می‌کنم. یه سوال کوتاه داشتم، البته حالا سعی می‌کنم یه مقدار مجبورم پیچیدنی بسته‌تر بگم، زیاد مسئله رو باز نکنم. حالا بفرمایید اگه سوالی پیش اومد آقای رستمی از شما بپرسم. حتماً. آقای رستمی، من یه مشکلی پیش اومده که توسط وکیل سوئدی من مسئله رو پیگیری کردم و ایشون در 3 ماه پیش موضوع رو ادامه دادم و پلیس املاک کردیم این مورد و این شکایت رو به 2 جا، در یکی به ایو که حالا فکر میکنم سازمان بازرسی میشه، یکم به پلیس املاک کردم به پلیس. من دیروز فهمیدم که این کار رو اصلا انجام نداده وکیل و به من گفت صبر کن تا پروسش طی بشه. این اصلا واقعیت نداشته. کدوم یکیش انجام نشده؟ هر دوتاش؟ پلیس املا رو انجام نداده، بعد برای من فاکتورا فرستاده که بعد مثلا من فردا پرداخت بکنم، همه مبالغم هم توش اومده، ولی تازه من با پلیس که صحبت میکنم اصلا همچین چیزی نیست، تا به حال همچین پروندی به دست ما نرسیده. آیا این قابل پرداخته؟ پلیس شکایت پلیس رو شما شخصا با خودتون برید به پلیس شکایت کنید اگه اتفاق افتاده. نه، اون گفت من فرستادم، باید صبر بکنید که وکیل نمیتونه به جای شما بره پلیس و اعلام بکنه که فلان اتفاق افتاده. شما با خودتون برید شکایت بکنید و توضیح بدید که چی اتفاق، خودتون شناسایی بکنید، کارت شناسایی میگیرن، توضیح بدید. اون همه اینا رو نوشته براشون در واقع. نمیشه. پروتکل انجام داده، بعد سازمان بازرسی رو اون فرستاده، اونم در واقع بعد از طرف من میفرستاده یا خودش باید میفرستاده. ببخشید این قضیه چیه هست؟ چه اتفاق افتاده؟ ببینید، من از یک کارمندی شکایت کردم، نهاد دولتی، بعد این استوب شده، یعنی چیز پلیس املا اعلام نشده از تقریبا ژانویه تا الان. چه اتفاقی افتاده؟ بله، یه تخلفی شده، این تخلف رو من اعلام کردم توسط وکیل. یک سال این موضوع ادامه داره و هیچ کس جواب نمیده، یعنی خیلی پیچیده شده مسئله. من وکیل حتی عوض کردم و مطمئن باید داده. نه، میگن پلیس عمل و وکیل نفرستاده. نه، پلیس عمل و وکیل نفرستاده. عزیز من، پلیس آن ملان شکایت پلیسی که شما مستعجنده باشین، شاکی باشین، خودتون باید به پلیس مراجعه بکنید و این شکایت رو بکنید.
پس چجور اون برای من بابت این مسئله پلیس امبلا برای من فاکتور زده؟ این چجوری میشه؟ اون مسئله خودتونه، من چه میدونم چی گفته شده چی صحبت شده. مسئله این که اون نباید پس برای منی که خودم باید اعلام بکنم، نباید برای من فاکتور صادر بکنه. توی فاکتور نوشته بابت پلیس امبلا؟ دقیقاً همین رو نوشته. وقتی کسی وقتی که وکیل میاد اعلام میکنه من به دو جا اعلام کردم و برای هر دوتاش داره پول میگیره از من فاکتور صادر کرده، این من نیستم که باید اعلام بکنم. جوابش چیه وقتی شما ازش سوال میکنی که آقا همچین شکایتی مثلا قول داده بودی انجام بدیم؟ نیست جوابش. الان نزدیک 20 روز جواب نمیده، بعد تازه دیروز میگه که اسمس داده که چیز میل زده. من ببخشید، من میلای تو رو الان 20 روزی است که جواب نمیدم، من همه اینا رو از دست دادم ببخشید و حال احوال کرده با من. یعنی خیلی پیچیده است برای من که چرا تا به حال الان 20 روز گمگور شده، بعد از برج یک تا الانم به پلیس اعلام نکرده ولی برای من فاکتور صادر کرده. حالا آقای رسامی من میخوام این سوال رو عوض کنم، آیا این آقا میتونن این فاکتور رو بسریدا کنن به عنوان یعنی وقتی که شما بله وقتی که شما این فاکتور در واقع قرار بر اساس یه قراردادی این توافق این فاکتور صادر شده و وقتی که این قرارداد در واقع انجام نمیشه، خب طبیعتاً طرف هم حق دریافت در واقع فاکتور رو نداره. خب شما میتونید بگید که من شما کاری که قول داده بودی انجام میدی انجام ندادی. نه خیلی انجام نداده و خیلی چه اشکالی که چرا انجامش نداده، چون این استوب شدن این در واقع جای سوال داره برای من که چه ارتباطی ممکنه باشه، چون قبل از اینکه اصلا این شخص از من پول مک داشته باشه اون شخص در واقع خاطی برای من پیام فرستاده. من خیلی برام پیچیده است که اینا اصلا ارتباطی نباید با هم داشته باشن. من توی برج مارش به این فولمک دادم ولی قبل از مارش اون کسی که خطاکار بوده در واقع متخلف برای من پیام فرستاده، اصلا خیلی عجیبه. بعد از برج سه این خطاکار برای کسی که خلاف کرده برای من پیام فرستاده برج سه، برج یک این قرار بوده پلیس اعلام بکنه این رو ولی اعلام نکرده. تازه من دیروز با خبر شدم که این مدت چرا باید این شکایت من استوب شده باشه. الان سوال چی الان؟ من فقط خواهشم بود که بپرسم آیا میتونم جلوی پرداختم رو بگیرم. بعد پومینلسه و فاکتور رو در یک تاریخ با هم فرستاده، یعنی هم فاکتور رو فرستاده، بعد اول من پومینلسه گرفتم بعد خود فاکتور رو گرفتم. خیلی عجیبه، دوتاشم تو یه تاریخ هست. اگر بر اساس قرارداد شما ایشون قرار بود کاری انجام بده انجام نده، شما خب میتونید که بگیم من پرداخت نمی کنم. آره پس من میتونم این رو چیز کنم جلوشو بگیرم پرداخت نکنم. ببینید این چیزی که شما به من دارید میگید اینی که فردی شرکتی با شما توافق کرده که یک سرویسی رو به شما ارائه بده و الان شما باید از یک سال متوجه میشید که این سرویس اصلا انجام نگرفته. خب فاکتور هم که صادر کرده همه جزئیات رو دونه دونه نوشته که چه تایمی من بابت این کار وقت گذاشتم و چه مبلغ بابت این محاسبه میکنم. و شما رفتین پلیس ایشون شما یه دونه تعمیر شرکت تعمیر خونه رو باش قرارداد ببندید کیشون بیاد یه کارهایی انجام بده، بعد یه سالشون بدون کار انجام بده و شما یه فاکتور میفرستین. هم قضیهش همینه. بله خیلی ممنون. یعنی در واقعیتش این قضیه به این صورت پیش میره که الان ایشون یه پومینرسه میفرسته و به احتمال قوی بعدا اینو میفرسته به یک شرکت اینکاسو و بعد از اینکه اون تماس گرفته شما در اونجا بستریدا میکنین فاکتورا رو توی اینکاسو. در واقع آقای رسامی سوالی نیست؟ نه دوست عزیز، سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98843 بفرمایید بر روی خط هستید. سلام، خسته نباشید. سپاسگزارم از شما، بفرمایید. از حضورتون، من برادرم چند سال پیش از خانومشون جدا شدن، بعد خانوم سابقشون انسان برناس دارن و برای بچه و نمیذارن بچه رو ببینه، حالا به دلایل واهی. میخواستم ببینم که آیا این حقو داره و ما باید چی کار کنیم. اگر انسان برناس داره که در واقع سرپرستی به تنهایی داره، خوبیشون من صدا نمیدم ایشون صحبت میکنه یعنی. من مثل که ایشون یه چیزی گفتن، چی فرمودین؟ بعد من خواستم خدمتتون عرض کنم که انسان ورنادم خود برادرم بهشون دادم.
بله. و در عرض این چند سال گذشته یعنی این داوطلبانه این انتقال صورت گرفته و در عرض 4 سال گذشته اینا نتونستن که با هم توافق بکنن که این کودکان پدرشون رو ملاقات کنن؟ نه، همه چی توافق بوده، ولی توافق اینجوری بوده بین خودشون که بچه رو ببینن، ولی ایشون الان بعد یه مدته که زدن زیر حرفشون. آیا در سال من این بود، آیا در از این مدت چند سالی که گذشته این پدر فرزند همدیگر رو ملاقات نکردن اصلا؟ بله، خیلی خیلی همدیگر رو دیدن. الان یه دفعه این ماجرا شروع شده، درسته؟ هر هفته همدیگر رو میدیدم، ولی الان مثلا یه مدتی یک ماهی هست که نمیذارن ایشون بچه رو. یه اتفاقی افتاده که مادر ناراضیه و نمیخواد که بچه ها پدرشون رو ملاقات کنن. این یه چیز فروز طبیعیه، ولی یعنی وقتی که پدر مادر از هم جدا میشن، به هر حال این در همچین موردی یا با همدیگه به توافق میکنن یا دادگاه حکمی صادر میکنن که سرپرستی کودکان با کدومی که از والدین باشه، کودک کجا زندگی کنه، پیش پدر و یا مادر زندگی کنه. اگر پیش مادر زندگی میکنه حق ملاقات با پدرش رو داشته باشه، اگر پیش پدر زندگی میکنه حق ملاقات با مادرش رو داشته باشه. اینا توافقی از طریق فامیلی رهتر انجام میگیره، یا زن و شوهرها با همدیگه توافق، والدین با همدیگه توافق میکنن و یا دادگاه در نهایت حکم صادر میکنه. و حکم و توافقهای این قبیل ابدی نیست. یعنی اگر یه اتفاقی بیفته، رابطه ها به هم بخوره، پدر مادر اخلاقش و رفتارشون عوض بشه، با همدیگه نتونن به توافق برسن و یکی از پدرها والدین بچه رو اذیت بکنه، به هر حال اون یکی حق داره که اعتراض بکنه و جلوی این کار رو بگیره. الان احتمالاً مادر به هر دلیلی با ملاقات فرزندان خدا پدرش راضی نیست و فکر میکنه که یا پدر اینا رو اذیت میکنه و یا تحت تاثیر بد قرار میده و یا اینکه پدر لیاقت در واقع این رو نداره و این تشخیص البته مادره. ولی خب اتفاق که میفته این مرد، این پدر میتونه در درجه اول به فامیلی رهتن مراجعه بکنه، در درجه به سوسیال شنس مراجعه بکنه اگر فکر میکنه که اونجا یه اتفاقای عجیب غریبی میفته، و اونها هم با مادر تماس میگیرن. ولی این سوسیال شنس قضیهش با فامیلی رهتن فرق میکنه. فامیلی رهتن تماس میگیره که یه تماس داوطلبانه بین این پدر مادر برقرار بشه تا بتونن به توافقی برسن، و اگه مادر قبول نکنه، یکی از اونا قبول نکنه، طبیعتا فامیلی رهتن هم کاری انجام نمیده. ولی اگر کجا میگن کجا تصمیم میگیرن؟ هنوز تصمیمی گرفته نشده. منظور من اینه که فامیلی رهتن اگر درگیر بشه، یعنی این مرد به فامیلی رهتن مراجعه بکنه، اونها هم با مادر تماس میگیرن و سعی میکنن که یه توافقی بین اینا صورت بگیره. اگر این تماس ها داوطلبانه است، اگه مادر نخواد این اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی اگر کنیم، یعنی اگر به دادگاه مراجعه کنیم، بعدم توضیح میدم دیگه اگه اجازه بدین در نهایت بس شیخ دیگه گوش میکنم به برنامه. و من منتها اگر اتفاق خاصی در خانه بیفته، در بنابراین سوشیال شنس هم میتونه وارد شه. سوشیال شنس کارش چیز دیگه است. من وقتی خطر امنیتی این بچه ها رو تهدید میکنه، اون موقع سوشیال شنس درگیر میشه. ولی در نهایت هیچ کدوم از اینا اگر به جایی نرسه، به توافقی منتهی نشه، اون موقع این پدر میتونه که به دادگاه خانواده تینگسرت مراجعه بکنه و درخواست ملاقات با فرزندان رو بده. بله، آقای رستمی، پس اولین قدم این بود که با فامیلی رت تماس بگیرن. بله، این پدر اگر با مادر نمیتونه تماس بگیره، اون قبول نمیکنه، بهتره که از طریق فامیلی رت اول با فامیلی رت تماس بگیره. بله. تا فامیلی رهتن نیز یه سعی بکنه که ببینه که یه توافقی میتونه بین اینا برقرار بکنن یا نه، و اگه نهایتا نشد، به هر حال دیگه باید به دادگاه مراجعه کنه. حدودا زمانشون چه تخمینی بود؟ اصلاً معلوم نیست. این پرونده ها معمولا اگه به دادگاه بکشه بین یک یا دو سال هم میتونه طول بکشه. یعنی یک تا دو سال پدر نمیتونه اصلا هیچ جوره بچه رو. ببینید، این شما اصلا میستین که چه اطلاعاتی نداریم و این پروسه های در طولانیه، خیلی یعنی مختلفه.
پدر میتونه که درخواست بده که دادگاه یه تصمیم موقتی بگیره، یعنی تا تصمیم نهایی که حکم نهایی صادر بشه و قابلیت اجرای پیدا کنه. منظور من اون بود که ممکنه یک یا دو سال طول بکشه، ولی در این بین پدر میتونه درخواست بده که دادگاه تصمیم موقتی بگیره بلافاصله، از یکی دو ماه این تصمیم موقت گرفته میشه که این فرزند و پدر با همدیگه ملاقاتی داشته باشن. لازم نیست که دو سال صبر بکنن برای این قضیه. بله. اگر شما همچین مشکلی رو، یعنی من توصیه اینه که اول به فامیل احتر مراجعه بشه بکنه این پدر، اگر بله. نتیجه نداد حتما یه وکیل رو انتخاب بکنه یا درخواستی به دادگاه بده. اون پروسه‌ای که بشه پدر و این فرزند موفق بشه هم دیگه ملاقات کنند، دو سه ماه بیشتر نباید طول بکشه. بله خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم، پیروز باشین. خدا نگهدار. یعنی آقای رستمی، کسی که سرپرستی بچه رو داره این قدرت رو داره که هر لحظه ای که بخواد نذاره که بچهش با طرف مقابل یا حالا پدر یا مادر دیدار داشته باشه. این قدرت بله، در کسی بله. که با توجه به اتفاقایی که میفته، نه اینکه همینطوری سر خود بگی من نمیخوام، اتفاقایی میفته که این اون پدر و ورناساوره به نتیجه میرسه که این اتفاق، یعنی فرزند پدرش ملاقات کنه مادرش ملاقات کنه، به نفع بچه نیست، اذیت میشه، تحت تاثیر قرار میگیره، روحیش خراب میشه. اون موقع میتونه این تصمیم بگیره که من اجازه نمیدم. حتی این در حتی در مواردی هم که سرپرستی ورناد مشترک باشم میتونه یکی از پدر مادر این کارو بکنن. ولی منظور این که، ولی خب این طبیعتاً اون یکی عکس العمل نشون خواهد داد، به فامیل مراجعه میکنه، به دادگاه مراجعه میکنه و یه چند ماه این طول میکشه. این فامیلی رتن مثل یه ریش سفید فقط میمونه که میاد سعی میکنه که این قضیه رو آشتی بده، ولی اگر که اون نتونه کاری رو انجام بده باید یک درخواست فوری رو از دادگاه داشته باشن که یک تصمیم گیری موقتی انجام بدن تا بعد به این پروسه به طور کامل رسیدگی بشه. این شکل بسیار. 2398 بفهمید بر روی خط هستید. با درود به شما آقای نوید و مهمون عزیزتون آقای رستمی. خواهش میکنم بفهمید. یه سوالی از آقای رستمی داشتم. بفهمید. خواهش میکنم آقای رستمی، خسته نباشین. سلامت باشین. بفهمید. یه سوالی داشتم. یه خانومی هستم که با دو تا بچه جدا شدن، بچه ها بزرگن، 37 ساله، 32 ساله، و پدرشون کاملا وضع مالیشون خوبه و رفتن ایران و ازدواج هم کردن و برج می سازن، شرکت دارن، خلاصه وضع مالیشون توپه. می خوام این سوالو بکنم، اگر یک زمانی این آقا پست بکنه با در نظر گرفتن به این که ازدواج کردن و همسری دارن، این جریان ارث و میراث چجوریه؟ به بچه ها میرسه یا فقط به خانومشون میرسه؟ بچه ندارن از اون خانومشون. اینجا متاسفانه قوانین دو تا کشور در واقع قاطی میشه و من حدس میزنم که این فرد شهروند سوئدی هم هست، درسته؟ بله سوئدی هم. در ایران یه سری قوانین هست که یک سری حق و حقوقی رو به زن میده. خب طبیعتا ایران چی میگه؟ ایران چی میگه در این صورت؟ من نمیدونم در قوانین ایران در این مورد چگونه است، ولی تا اونجایی که من متوجه میشم این که همه اموال مرد صاحب به زن انتقال پیدا نمیکنه هنگامی که فوت میکنه این مرد، بلکه مهریه هست و اگر مرد هدیه‌ای داشته باشه و یه اموالی رو منتقل کرده باشه مالکیتش رو، اون موقع است که صاحبش همسرش خواهد بود. ولی تا اونجایی که من متوجه شدم بجز مهریه و یه سری، حالا دقیقا چقدر من نمیتونم در این مورد پاسخ بدم، ولی اگر اون موردهایی که طبق قوانین ایران به زن تعلق میگیره رو کم بکنیم، بقیه به ورثه های این مرد تعلق و ورثه‌هاش هم که بچه‌ها سوئد هستن. خب بالاخره بچه‌های نوا هستن دیگه. حال ورثه‌هاش هستن، طبق قوانین ایران هم ورثه‌های کلاس اول یا درجه اول فرزندانه. آقای رستمی یه سوال،
الان فرض میکنیم که حالا بعد 100 سال، اصلا من قصد بدی ندارم، این آقا که در ایران هست، اصلا به سوئد میگیم بر نمیگرده، ایشون در ایران هستن و زنم گرفتن بچه دارم نشدن و حالا ایشون فوت میکنن، ما به طور مثال میگیم که 1,000,000 تومان یا 1,000,000 کرون سهم این بچه هایی که طبق قوانین سوئد سهم این بچه ها هست که در سوئدن. خب این پول در ایرانه، این بچه ها که از طریق از طرف سوئد که نمیتونن تقاضای کاری چیزی بکنن، باید احتمالاً به ایران برن و در اونجا چیز بکنن، درسته؟ بله بله، اموال در اونجا قرار داره و اموال در اونجا قرار داره و قانون ایران در این مورد تصمیم گیری میکنه و اینا میتونن که وکیل بگیرن و اونجا پیگیر بشن. اوکی، بفرمایید. آقای رستمی میتونم یه سوال بکنم؟ بفرمایید. بچه های این در آمریکا هستن، تحصیل میکنن، این بچه ها با اینکه گرین کارت دارن منتظر سیتیزنشون هستن، نمیتونن برن ایران با این جریان آقای ترامپ که ایرانیه و در حالی که متولد سوئد هستن، اینا باید وکیل سوئدی بگیرن یا وکیل ایران بگیرن؟ نه، وکیل ایران، در ایران وکیل بگیرن. ولی خودشون نرفت نمیتونن برن. من میتونم برم به عنوان مادرشون ایران برم وکیل بگیرم برای ارث و میراث؟ وکالتنامه به شما میدن، شما از طرف اونها میدید این کار رو انجام میدید. وکالت کیو میدن؟ وکالت نامه دیگه. وکالت چی یعنی؟ چی نمیفهمم. من شما وقتی که میخواین وکالت نامه به من میدن که چی؟ از طرف بله. بچه‌ها که به شما وکالت نامه میدن که در مورد انحصار وراثت ورثه‌هاشون بچه‌هاشونن دیگه. بچه‌ها بله. ورثه‌ها به شما وکالت نامه میدن که برید پروژه قانونیشون رو انجام بدید. بله. بچه‌ها وکالت رو باید از طریق سفارت به من بدن؟ البته البته، سفارت باید، سفارت ایران همچین وکالتنامه رو امضا اینا رو تایید کنه، هویت اینا رو تایید کنه. بله بله. بعد من با این وکالتنامه میرم ایران، میتونم وکیل بگیرم و بله دیگه، شما وکیل اون بچه ها هستید. شما وقتی وکیل بچه ها هستید میرید در ایران، تقاضای یه وکیلی رو در ایران میکنید، یک وکیلی میره دنبال این پرونده، انحصار وراثت رو ادامه میده و بعد میاد جوابش رو به شما میگه، میگه ای همچین اتفاقی افتاده، اینجوری اینجوری اینجوری. شما میشه خانومشون هم میرسه شما... به بچه هاشون هم میرسه. 100% 100%. طبق قوانین ایران به هر حال در ایران به زن هم یک سری اموالی تعلق میگیره، اونها باید از این بعد از دریافت اون اموال یا در همین پروسی همین را انجام میگیرن. البته یک مسئله هم توجه داشته باشید، در بسیاری موارد ممکن هستش که این آقا همه اموالش رو به نام خانومش کرده باشه و در اون مورد اگر که چه اموالی رو نداشته باشه، اگر این آقا نکرده باشه چی؟ خانم سوالای اینجوری نمیشه جواب داد. من در مورد قوانین ایران هیچ اطلاعاتی ندارم، بهتر اینطوری بگم، و شما بهتره با یه وکیل در ایران تماس بگیرید، همین راهنمایی‌ها رو به شما میکنم. و اون چیزی که من میتونم بگم، چون که این شما سوئدی هستید و فرزندان شما هم سوئدی هستن، به هر حال اموال ولی گویا در سوئد نیست، درسته؟ اموال در ایران، بچه ها تو سوئد نیستن، پدرشون هم ایرانه. اموال این پدر این بچه ها در کجا قرار داره؟ ایرانه، برج میسازه. در همه شون در ایرانه، درسته؟ بله بله، همه اموال در ایرانه. بله بله. پس بنابراین ایشون هم شهروند ایرانه، هم همه اموال در ایران قرار داره، ورثه هاش هم سوئدی هستند، هم ایرانی هستند، هم سوئدی هستند، و موقع ایرانی هستند باید برن در ایران، چون اموال اونجا قرار داره و این فرد هم شهروند اونجاست و همسرش هم شهروند اون کشور ایرانه، بنابراین پروسه تقسیم اموال یا انحصار وراثت در ایران باید انجام بگیره و شما و یعنی ایشون بهتره که با یک وکیل در ایران تماس بگیرن، چون خودشون نمیتونن برن اونجا، وکیل پیگیر کاراشون میشه. آها، خیلی ممنون، مرسی. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید خانم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. البته دوستان منتظر یک مقداری
درگیری های کاغذبازی باید باشن، یعنی به این سادگی که مثلا در سوئد انجام میشه در ایران این مسائل انجام نمیشه. جناب سمی، از شما، از همه شنوندگان عزیز اون اف ام ای اینترنتی از همه تشکر میکنم به خاطر برنامه امروز، و اگر که اجازه بدید اف ام ای مونو چون الان دست میدیم از روی خط میدن کنار، من دنباله سوالیو که داشتم از شما بپرسم. خواهشم آقای روسمی، حالا یک آقا پسری از ایران پا میشن میان با ویزای ایتالیا میان به داخل سوئد، بعد یه 6 ماه خودشونو یا مثلا میرن تقاضا پناهندگی میکنند و بعد 6 ماه خودشونو قایم میکنند و این پرونده باید در سوئد رسیده بشه، اون تا اینجا مشخص شد. حالا دولت سوئد میاد و با پرونده مهاجرتی ایشون، یعنی پرونده پناهندگی ایشون، قبول نمیکنه. میخوان ایشونو اخراج کنن. ایشون میره دوباره خودشو قایم میکنه. اوکی؟ در این ما بین اگر ایشون یک زنی اینجا پیدا بکنه و ازدواجی بکنه، آیا این ازدواج میتونه باعث بشه که ایشونو از سوئد اخراج نکنن؟ اگر این زن همسر آینده شهروند اتحادیه اروپا باشه، نه. میتونه اینجا بمونه و درخواست اقامت بکنه. یعنی سوئدی باشه دیگه. بله. سوئدی باشه، اون موقع باید برگرده خارج و از کشور خودش درخواست اقامت بده. سکنی اگه این دختر خانومی که تو سوئده بیاد به ایشون و سوئدشون مسونسکمت بوریر داره، بیاد به این آقا پسر بگه بیا با من عروسی کن، ایشون نمیتونه، این آقا پسری که از ایران اومده نمیتونه تو سوئد بمونه، باید برگرده به ایران و از اونجا پرونده ازدواج انجام بده. کاملا درست. اوکی. حالا اگر که در این دوران اخراجی اگر این آقا پسر ازدواج رو میذاریم کنار، کار پیدا بکنه و یک مشغول به یک کاری بشه در یک جا و بتونه که مثلا بخوان استخدامش بکنن، آیا میتونه به خاطر مسئله کاریش به ایران برنگرده و در اینجا بمونه؟ نه، اونجا هم فرق نمیکنه، باید برگرده و از کشور خودش درخواست اقامت کاری بده. اقامت کاری. پس در هر صورت ایشون باید برگرده. در این دو حالت که میگیم بله. در چه حالتی میتونه ایشون بر نگرده و اینجا بتونه اقدام بکنه برای گرفتن اقامت؟ اگر همسر شهروند یکی از کشورهای اتحادیه اروپا که مقیم سوئد باشه، اون موقع لازم نیست که برگرده. آه، یعنی مثلا فرضاً این همسر ما رومانی باشن ولی در سوئد زندگی میکنند، کار میکنن، شرکت دارن، تحصیل میکنن، درآمد دارن، ولی سوئدی نباید شده باشه. نه، سوئدی نباید باشه، فقط که شهروندی که تابعیت کشور خودش رو حفظ کرده باشه، منتها به دلیل کار یا تأسیس شرکت و یا اینکه اموال داره ولی خب میخواد سوئد زندگی کنه، امرار معاش و عهده خودشه، و اون موقع است که این فرد میتونه وقتی با اون فرد ازدواج بکنه میتونه که اینجا بمونه و درخواست اقامت بکنه. اوکی، سپاسگزارم، مرسی، این نکات بسیار. یا اینکه 4 سال صبر بکنه که این دوران 4 سال تموم بشه و دوباره درخواست پناهندگی بده، و کاری اگه داشت، اگر خدا خواست قوانین همینجوری باقی موندن تا چند سال آینده، و کاری پیدا کرد، اگر بعدن هم دوباره با پروسه پناهندگیش مخالفت بشه بتونه اقامت کاری بگیره. اقامت کشور. اوکی. بعد از 4 سالی که این پرونده مجددن باز شد. بله. من بسیار از شما اجازه بدید، یک دوستی نوشتن یک سوال از آقای رستمی، این که من 12 سال سوئد هستم و اقامت دائم دارم و الان 28 ماهه که منتظر مدبوریاره هستم، اما هنوز هندلگاره هم ندارم، چون در گذشته جواب منفی داشتم ولی همچنان اینجا در خانه اداره مهاجرت موندیم تا اقامت گرفتیم. آیا ممکنه که چون طولانی منتظریم 28 ماهه و هنوز خبری نیست جواب منفی به ما بدن؟ منفی مثبتش چه رفتی به مدت زمان انتظار نداره. اوکی. یعنی اینقدر طول میکشه به این معنی نیست که حتما جواب منفی خواهد بود، نه. اوکی. مدت زمان انتظار زیاده، تعداد کارمندا کمه، تعداد متقاضیان خیلی زیاده، بنابراین این بالانس به وجود اینجوری میشه که خب شما میدونید که الان کنترل های زیادی میشه، و وقتی هم که کنترل ها زیاد بشه، حجم کار میره بالا، و وقتی حجم کار میره بالا و متقاضی زیاد میشه، خب طبیعتاً تأثیری که میذاره که این مدت انتظار میره بالا. بسیار سپاسگزارم از شما، آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که در هفته آینده بتونیم در کنار شما باشیم.
بله من هفته آینده در نمیتونم ولی هفته بعدش حتما در بله بله. بسیار سپاسگزارم، موفق و پیروز باشین قربان. مرسی از شما، عصرتون بخیر. خواهش.